می همه من ای فدایت تو روخن من برده آتر از سر گوهر خود باک تو بطن من سرفراز باشی می همه من ای فدایت تو روخن من برده آتر از سر گوهر خود باک تو بطن من بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مخصوص بر دوستان، آشنایان، رفقایی که اینقدر به ما محبت دارند و یک ساعت از وقتشون رو مایه میگذارن و تشریف میارن در برنامه ما شرکت میکنن، تشکر میکنیم و ما امیدواریم در آغوش گرم خانواده خودتون با یک استکان چای و یا یک فنجان قهوه در ضیافت گفتگوی امروز شرکت کنیم. البته هر هفته که میگذره کلی 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 مطالب هست که میشه راجعش صحبت کرد و ما بعضی وقتا زیر بار تمام این اطلاعات یه مقدار فرسوده میشیم و تا بیاییم و بتونیم یک نکته های مثبت، یک نکته های خوبی که در مملکت ما، در زادگاه ما داره پیش میاد صحبت بکنیم و در سطح دنیا هم همینطور صحبت هایی بشه که بله یک روزنه هایی از نور داره میتابه که این نور انشالله هرچی بیشتر بیشتر بشه که مردم دنیا و تمام این 7.5 میلیارد جمعیت دنیا بتونه از زیر این استکبار جهانی که اینو خیلی قشنگ امام خمینی اسمشو گذاشتن استکبار جهانی، یعنی این یک لغتی خیلی کم پیش میاد که یک همچین لغتی کسی بتونه سرهم بکنه و واقعا مفهوم استکبار رو بده. و ما امیدواریم روزهایی که گذشته و روزهایی که هست و خواهد بود در پیشرفت و آگاهی مردم دنیا باشه که مردم دنیا به مجردی که آگاه باشن دیگه زیر بار زور نمیرن، سعی میکنن حق خودشون رو بخوان، سعی میکنن اون چیزی که حقشون هست، اگر یه چرخی رو دارن میچرخونن و این چرخ داره 100 تا واحد تولید داره میده بیرون و هر یک واحد تولید 1 دلار قیمتش هست و این صاحبکار میخواد 99 تا از این واحد رو مال خودش داشته باشه و یکیشو بده به اونی که این چرخ رو داره میچرخونه، این کاملا غیر عادلانه هست. البته ما نمیگیم که اونی که سرمایه گذار هست بیاد هرچی در میاد بده به کارگرشون، نه، ما داریم میگیم که اینو حساب بکنید، عادلانه رفتار بکنید، مثل بعضی جای دیگه که میان کارگرهاشون همه رو میریزن دور برای خاطر 1 دلار 2 دلار منفعت بیشتر، کارها رو میبرن اون ور مرزها و از افرادی که خیلی کمتر حقوق میگیرن به علت اینکه در اونجا خرجشون کمتر هست، به علت اینکه خب بالاخره یه جا ممکنه مواد اولیه مایحتاج یک شخص یک واحد مخصوصی داشته باشه، یه جای دیگه واحدش بزرگتر از اون باشه یا بیشتر از اون باشه، خب اونجایی که داره کار انجام میشه به همون مقدار واحد
مصرفی و مقدار ارزش کار اون کارگر بهش حقوق باید بدی، نه اینکه مثلا اون سر دنیا که نه آب هست، نه برق هست، نه بهداشت هست، نه هیچ، یک کاسه آش به دست مردم میدن، ببرید اونجا کارخونهاتون رو بذارید و این مردم فر خاطر یک کاسه آش بیان برای شما تولیدهای خیلی خوبی رو انجام بدن و اینها رو بیارید و در بازارهای دنیا بفروشید و جیبهای خودتون رو پر بکنید. و در ضمن من نمیدونم کی اونهایی که دارن به این نتیجه خواهند رسید که این دارایی وقتی مفید هست که ازش به طریق مثبت بشه استفاده کرد. این دارایی شما اگر یه جایی قفل شده، مثلا دو نفر هستید، دو تا اتاق خواب لازم دارید، مثلا یه سالن بزرگی هم لازم دارید که در میخواید دعوت کنید بیان به دیدن شما فلانی حرفا، یه قصر بزرگ میسازید که 25 تا توش اتاق داره، فلان داره، بهمان داره. خب این هدفتون از این خرج به این بزرگی چی هست؟ یعنی اسراف کامل، هیچ مصرف نمیشه آخه اینجا با تمام این تشکیلاتی که شما پول رو توی زندان میندازید. شما مثلا میرید یه ساختمون میسازید، به طور مثلا معمول تو طرفای ما ساختمون رو از 150 دلار به بالا هستش هر مثلا متر مربعش، البته متر مربعش بیشتر از اون هست چون سکور فوتش 9 تاست، 10,000 در 150، مثل 1200 دلار متر مربعش هست طرفای ما اینجا. و یکی بیاد یه ساختمون درست کنه که مثلا 10 برابر قیمت باشه، مثلا طلا بکوبه رو در و دیوارش، نم این کارو کنه اون کارو بکنه. خب این سرمایه اینجا زندانی شده، این سرمایه میتونه بشه اون بیرون تسلیحاتی برای مردم درست کنه، یه کارایی بکنه که آسون باشه براشون، کارگاهی درست بکنن 10 نفر 20 نفر اونجا مشغول بشن، یه مغازه اینم شیرینی فروشی برای یکی درست بکنن اونجا برن مثلا شیرینی درست کنن مردم بخرن و بخورن، از این طور چیز. کارهای کوچولو، با کارهای کوچولو 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 میگفتن که قطره قطره جمع شود آنگهی دریا شود یا وانگهی دریا شود. این حرف بیخود نیست، کاملا صحیحه. هر یه قطره که جمع بشه، هر یه قطره که جمع بشه کلی کلی میاد و پر میکنه اون کاسه رو. و شما اگر این چیزها رو نکنید، و به اضافه این که خب اومدیم، البته خب چند نوع مختلف شرکت هایی هستن که عمومی هستن، یعنی میان اوراق قرض دار خودشون رو به بقیه ارائه میدن، اوراق ارزشدارشون رو، اونهای اوراقی که پول هست، مثلا دیگه سهام بهش میگیم ما اینجا، اوراق سرمایه گذاری هست یا ارزشداره، این اوراق میارن میفروشند. خب بعضی از ما ممکنه ندونیم که این اوراق سهام هم چیز داره، ردیف داره، کلاس A داره، B داره، C داره، از این طور چیز هست، یا preferred class هست یا common stock هست. اینا همش اون رده هایی هست که خیلی از ما ازش اطلاع نداریم که یعنی چی. مثلا میشنوید که توی هر روزی که تموم میشه ساعت 3 بعد از اون دنگ 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 جو زنگ میزنن و میگن که اعلان میکنن که بله امروز بورس مثلا خیابون دیوارها، با وار استریت اس پوزیشن خیابون دیوارها، خیابون دیوارها امروز سهامش اینقدر رفت بالا اینقدر رفت پایین. منتها اون چیزی که نمیگن در پنهان هستش که در این میون که این میره بالا میاد پایین، سهام اوراق بهادار، دنبال این بودم، اوراق بهادار که همشون اوراق چیز یکسان نیستن که همشون یه جور بالا پایین بره، بعضیش خیلی بیشتر میره بعضیش کمتره، و بعضی از این اوراق بهادار چیز هستن در طول سال یه درصدی از درآمد اون شرکتی که این اوراق و
بهادار به اون مربوط میشه به اینها منفعت میدن. بعد بعضی ها مثلا میگن شما هر یک ورق اوراق سهام داشته باشی، یه ورقش سالی مثلا $2 بهت میده، یکی میگه در سالی 10 سنت میده، یکی میگه سالی 5 دلار میده، بستگی داره به چی حسابش. بلی یه اوراقی هست که بهش میگن پریفرد، فکر میکنم ها اینو واقعا نمیدونم، اونایی که میدونید به ما بگید، چون همه دانستنش خیلی خوبه برای همتون، که وقتی که یک شرکت آخر سر حساب میکنه که چقدر پول در آورده، بعد از اینکه به رئیسش میلیون ها دلار پول تو جیبی داده و به یکی ماهیانه حقوق داده و فلان فلان، آخر سر توی کاسه که هرچی میمونه نصف اونو فکر میکنن ور میدارن یا نصف بیشترش ور میدارن به اون اوراق بهاداری که مخصوص هست یا پریفرد بهش میگن، به اونا میدن. بعد هرچی که مون به اون کامان ستاک میدن. خب کامان ستاک هم بیشترش دست مردمه و تا اینجایی که ما میدونیم، البته میگم شما تو آمریکا زندگی میکنید و خوب هستش که بدونید، ولی بدونید که بازار سهام برای ماها که هیچی نداریم عین یه قمار میمونه. و اگر کسی دوست داره مثلا یک اولادی در خانواده متولد شده، یا نوتون هست یا نتیجتون هست یا اولاد خودتون هست، اینجا چند تا سهامی هستش که اینها سهام مصرفیه، مثلا کوکاکولا یکیش هست، چیزهایی که رنگ درست میکنن، دوپانت نه فلان، این هم یکی دیگرش هست، مواد شیمیایی یکی دیگرش هست. اینها سهامی هستش که بالا پایین پریدنش با اقتصاد چیز میشه، پیش میره. و بعضی وقتا این سهام در سال ممکنه 2%, 2%, 3%, 4% بره بالا و سال دیگه هم همونطور بره بالا. بعد فکر کنیم مثلا اولاد شما که تازه به دنیا اومده، وقتی که وقت رفتن به دانشگاهش میرسه، این سهامی که براش خریدید از سهام مثلا، بازم همین رو عرض کنم خدمت که باید تحقیق بکنید که ببینید کدوم بوده. بعضی از این سهام هم سابقه مثلا 100 ساله دارن، 200 ساله دارن، میتونید برید ببینید در این 100 ساله گذشته این چطوری چیز کرده، کار کرده این سهام، یا این شرکت چطور کار کرده. و تو این سهام شما میتونید بخرید و این خودش یواش یواش میره بالا. و بعضی وقتا هم سهام مثلا به این منطقه که میرسه، این میزان یا بهش میگن سپلیت، یکی یکی میشه دوتا. یه سهم شما امروز خریدید، 20 سال دیگه یکی میدید اینا هی چیز تقسیم شدن، شده مثلا 4 تا یا 5 تا یا 10 تا شده. و این میتونه سرمایه باشه برای اولادتون که میخواد دانشگاه بره یا چی کنه جای دیگه بره، که دیگه زور به شما نیاد که ای پدر یا ای مادر به ما چیز بدید، به ما پول بدید که ما بریم دانشگاه یا بتونیم یا برن از قرض بگیرن یا برن نفران کنن. خلاصه با چشم باز نگاه بکنید در سهامی که امکاناً تولیدات مضر دنیا دارن، به هیچ وجه شرکت نکنید. اونهایی که مثلا شرکت های تنباکو سازی هستن، سیگار درست میکنن یا مواد دیگه، مواد دیگه، از اون برحذر باشید، چون خیلی کسی نیستش که بیاد معتاد سیگار بشه یا معتاد یه چیزی بشه و بعدم مسائل دیگه برش بیاد. این هستش که بهترین سرمایه گذاری هم پایین رو بارها گفتیم، حالا باز دوباره میگیم، مطابق یه ذره فرق میکنه. بهترین سرمایه گذاری خرید ملکه، اگر استطاعت شده که بتونید یه ملکی بخرید، حالا میتونید یه زمین بخرید، یه جایی باشه که نزدیک خودتون باشه، یه ذره دورتر باشه، چون گسترش شهرها معمولاً از چیز میچرخه دیگه، اینطوری گردونه است که میچرخه میاد پایین، باز دوباره میچرخه میره بالا، همینطوری ادامه پیدا میکنه، یا بر خلاف جهت ساعت هست یا در جهت
گردش عقربه ساعت هست و معمولا هم شمال هر شهری، حالا عجیبه ها، هر شهری هم شمالش زودتر آباد میشه تا جنوبش، و بعضی وقتا خب ممکنه شمال شهر شما همش اقیانوس باشه، اون وقتی حتما جنوبش زودتر رشد میکنه. البته که دارید، البته که دارید. بله همین رو دارم میگم. بله بله بعد دوست عزیز ما بدارد اطلاع میدن که این صحبتی که ما راجع به سهام داریم میکنیم و هی تأکیدم میکنیم که حتما اطلاع داشته باشید و مواظب باشید، سهامی رو دنبالش برید که تاریخ طولانی دارن، تاریخ انجام کار طولانی دارن. یه شرکت هایی هستن که امروز درست میشن، در عرض 6 ماه سهامشون میشه 100 برابر، بعد از 2 سال دیگه ورشکست میشه میره پایین. یه جایی بودش در تکساس که اینا کارشون تولید برق یا فروش برق یا چیزای اینطوری بود که کلی هم پول از دولت گرفتن که این کارا رو بکنن، بعد تقشون افتاد، صاحبش خودکشی کرد، بقیه هم بعد خدا همه دستشون تو هچل بود و پولاشون از بین رفت. بازار سهام امریکا یعنی قمار، این چیزی نیستش که واقعا کار همچی ساده‌ای باشه. خب من 1 دلار حالا میذارم 1000 دلار فردا دستم میاد، نه همچی خبران نیست. ولی خب اونهایی که کار میکنن، اونهایی که استخدام شدن برای شرکتی یا برای دولت یا هر جای دیگه، از زمان آقای ریگان ایشون یه قانونهایی رد کردن که هر کسی موظف است، خیلی جالبه ها، هر کسی باید از یه مقدار از درآمدی که هر ماه مال او هست باید بذاره کنار تو بازار سهام 401k نم Roth IRA این چیزها، و اینها رو ایشون اینطوری گذاشت که مردم که توی این سهام هستن دست و جیب تمام مردم امریکا داشته باشن. بچه های شما که از دانشگاه فارغ التحصیل میشن و میرن یه کار میگیرن، اول کاری که برای رو میکنن 401 درست میکنن، Roth IRA درست میکنن، بهش میگن اینا سرمایه بازنشستگی شماست و فلان و فلان و فلان. هر 10 سال این سرمایه نصف میشه. بعدم اول کاری که میکنن میان به مردم میگن که عجله نکنید، این بالا خواهد رفت، و چیز سوابق نشون میدن. خب آره من پولم بالا نصف شده، 10 سال دیگه باز همین پول و به اون منطقه بشه بازم نصف بشه، من هر دفعه دارم توش پول میریزم، یکی این پول من رو داره ور میداره، دزدی در ملأ عام دارم میکنم. این هستش که ما فکر میکنیم بهترین سرمایه گذاری، هر جای دنیا باشید سرمایه گذاری در ملک هست. اگر بتونید یه قطع زمین بخرید، اگر بتونید یه خونه خیلی کهنه بتونید بخرید، سر و گوشش دست بکشید، بتونید کرایه بدید، نشد همینطور بندازید یا بکوبید از زمینش بذارید تو زمینش بمونه برای 10 سال، اگر اونجا بمونه تو این 10 سال من قول میدم این اقلا 1.5 برابر باشه. اگر 1 دلار دادی 10 سالگی میشه 1.50 دلار یا بعد هم بیشتر، بستگی محلش داره. البته نرید در قله قاف، البته قله قاف هر کی پیدا کنه خیلی خیلی ثروتمند میتونه بشه، ولی خب این چیزها هست که میتونید یک مقدار این گلیم خودتون رو از آب بکشید بیرون و زیاد در دسترس بقیه نباشه، یعنی کنترل اون زمینی که شما خریدید، اون ملکی رو که خریدید در دست شماست، و هیچ وقت پولی رو قرض نکنید که فکر بکنید که این پولی که قرض کردید برای شما یک سرمایه خواهد بود. چرا؟ هر ماه هر چی دارید و باید برید به اون کسی که به شما این پول رو قرض داده بهش پس بدید، که حالا معلوم نیست یه روز اگر این پولی که میخواید بدید 1 ساعت دیر بشه، میان تمام این زمین شما رو میگیرن، خونه شما رو میگیرن و 1001 جور بلا سرتون میارن. این هستش که اگر پول نقد دارید، اگر کسی که این زمین رو داره حاضره با شما جوری کنار بیاد که سریع بتونید در پرداخت‌های مختلف
پول اینو بدید و تموم بشه و هیچ وقت همون طمع و برگشتن زمینش رو نداشته باشه. به هر حال تو هر کاری یک به اصطلاح سود و برد و باختی هست و امیدوارم احتیاج ندارید نکنید. اگر فکر میکنید اولاداتون دارن به این مرحله میرسن که باید برای اینا چیز دانشگاه درست کنید فلان کنید، اون یه چیزی. اگر ندارید، همین چیزی که دارید الحمدلله کافی هست، سقفی رو سرتون هست، غذایی توی خونه دارید و ماشینی چیزی دارید، میرید و میایید، این بس دیگه. بیش از این خودتون رو به آب و چاه نزنید که ناگهانی همه چیز تو هم بریزه و اوضاع یه ذره در هم بشه. بله، ما شماره تلفن محل ما از این همین اول که ما صحبت میکنیم با شما باز هست و بله باز هست. شماره ما هست 202 ببخشید 202 753 99 33. و دوست عزیزی به ما زنگ زدن، یه پیام کوچیکی برای ما گذاشتن، دوست دارم همه با هم گوش بکنیم. صدایشون هم یه ذره میگیره، یه دقیقه هم بیشتر نیست. اجازه بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. کجا رفت؟ آقای رادی، من نمیدونم چجوری باید بگیرم شما رو. من فرموقع سم ساعت 10:25 دقیقه شنبه بعد از صحبت این آقایی که بیشتر عربی حرف میزنن میخواستم بگم که میتونید سوپ هم اضافه کنید به این چیزایی که باید خورد وقتی آدم مریضه. مثل امروز این آقا صداش عوض شده بود، بیچاره مش که سرما خورده بود. بعدم مسئله دیگه این که در قرن 21 توی آمریکا هر شخص یه فردی اختیار داده شده به خود بهش که یه رأی داشته باشه و میتونه به آزادی اون رأی خودشو هر چقدر که میتونه استفاده کنه. دیگه اون بستگی به خودش داره. خیلی ممنونم، انشاءالله که خدا شما رو زنده نگه. تشکر زیاد. برای این دوست عزیز ما راجع به برنامه‌ای که در هفته پیش داشت اجرا می‌شد نظر دادن و ما تشکر می‌کنیم از ایشون و از لطف ایشون و امیدواریم که در برنامه‌های آینده هم تشریف بیارن. بله، رأی ما البته فردا هست، مثل این که دومین مرحله دومین نه در دومین ایالت امریکا، اولیش در آیووا بود، دومیش در نیو همشایر هست، اونجا رأی گیری خواهد شد که ببینن از این افرادی که برای ریاست جمهوری آمریکا دارن فعالیت میکنن و خودشون رو کاندید کردن، معرفی کردن، کدوم این حال در اون کنوانسیون یا اون محل همایی که هر یک از این دو گروه دموکرات ها یا جمهوری خواه ها دور هم جمع خواهند شد، کدوم بیشتر نماینده دارن که با داشتن نماینده بیشتر بتونن انتخاب بشن برای معرفی کردن اون حزبی که از ایشون هستن در انتخابات سراسری امریکا برای ریاست جمهوری. و جالب هست که چه حرفایی زده میشه، چه گفتگوهایی میشه، چه چیزهایی، و با مهارت کامل یه عده‌ای میان و حرفایی میزنن که مردم و دلشون رو خوش بکنن. مثلا یه نفر هست داره تعریف میکنه که همسر من انقدر انسان شریفیه، به هر چیزی که دست زده شده طلا، و من فکر میکنم این رئیس جمهور خیلی خوبی بتونه باشه. و این البته به زبان انگلیسی میگن اینها رو، و خب مردم نادان، مردم نفهم، مردم بی اطلاع بدبخت امریکا تو این تله ها میفتن. بعد خب اینها افراد شناخته شده هستن، اونی که برای ریاست جمهوری امریکا میخواد فعالیت کنه، خودشو داره نامزد میکنه، اینا مثل من و شما افرادی نیستن که واقعا شخصیت هایی داشته باشن که
انسان دوست باشن، احساس انسانی داشته باشن. چطور امکان داره یکی احساس انسانی داشته باشه، یه دکمه رو فشار بده 300 هزار نفر یه جا بخار بشن برن بیرون؟ این هستش که این صحبت ها داره میشه. بله، هر کسی حق انتخاب داره، هر کسی یک رأی داره. و این دوست عزیز ما داشتن میگفتن که تو این برنامه که بود شخصی تلفن کرده بودن و از آیات قرآن صحبت میکردن و یه ذره مثل سرما خورده بودن. خیلی جالب، برادر عزیز با تشخیص داد که ایشون سرما خورده. بعد به شوخی میگفت که بگید راجع به آش هم صحبت بکنید که فلانی حرف رو. و در اون برنامه بود مثل که ما راجع به آش شلغم صحبت کردیم که آش شلغم، شلغم هم اینجا خیلی ارزونه، 60 سنت 70 سنت هر نیم کیلو و 60 کیلو، یه دلار بیشتر نیست فکر میکنم، بلکم کمتر. و این خیلی مفید هست برای همه و میتونن از این آش استفاده بکنن. بله، راجع به چی هم گفتیم. و اخبار خیلی قشنگ و خوبی راجع به سوریه هست که البته یه مقدار این اطلاعات رو بعد خواهیم خوند. و چند روزی بودش که در اروپا میخواستن جمع بشن و افرادی رو که در سوریه زینف هستن، اونهایی که از دولت دارن استقبال میکنن، یا اونهایی که بر علیه دولت به پا خواستن، یا اونهایی که میخوان رژیم اونجا رو عوض کنن و از اون اولش هم میگفتن که این رئیس جمهور اونجا باید برود، حالا دیگه نمیگن این حرفو، یار حالا وایسیم تا کار درست شه بعد بره فلان کنه بهمان کنه. و اینها بالاخره نتونستن دوره یه میز بشینن. یه آقایی هم هست به نام مستوره، آلفانسو مستوره، یه همچی اسمی داره، که ایشون در اروپا چند زبان مختلف هم بلدن و اینها رو جمع کرده بودن دور خودشون. فکر نمی کنیم اولین جلسه درست شده باشه. و یک خبر خیلی خنده‌دار، البته ما توهین به کسی نمیخوایم بکنیم، با هیچ کس هم قصد و غرضی نداریم به قبای کسی بر نخوره. خبر این هستش که عربستان سعی نکرده اطلاع داده که عربستان میخواد نیروی زمینی بفرسته در سوریه که در جنگ بر علیه اون تروریست ها شرکت کنن. و البته خب این ما هی خنده به لبمون میاد، این هستش که سفر لاوتو بره. آخه سربازی که کرایه شده، یعنی سرباز کرایه ای، یه نفر رو گرفتی از وسط بیرون آوردی، یک تفنگ دادی دستش، میگی $100 ماهی بهت میدم برو اینجا بجنگ، در اولین برخوردی به هوا پسه یه قوم فرار میکنه، وای نمیسته که اونجا. اینا سربازای کرایه ای میخوام بفرستن اونجا. بعد یه دوستی داشتیم با ما صحبت میکرد، خیلی جالب میگفت موش چیه که کله پاچش چی باشه. و در حقیقت هم همین هست. عربستان جمعیتش 5 تا 8 میلیون بیشتر نیست، الکی دارن میگن 15 میلیون هم 20 میلیون. کجا این 15 20 میلیون از کجا در اومدن؟ اینا دارن افرادی رو که اونجا دارن کار میکنن اونا هم جز چیز خودشون دارن حساب میکنن، مثلا نوکر کلفت هایی که آوردن از پاکستان، از بنگلادش، از فیلیپین، این ور اونور، اونا هم جز افراد خودشون دارن حساب میکنن. بغل گوششون در یمن با تمام این هواپیماها، با تمام این ابزار جنگی کشت و کشتار دست جمعی هنوز موندن، هنوز هیچ غلطی نتونستن بکنن که بتونن پیشرفت بکنن. و حالا این چی و اون چی، حالا تازه میخوان سربازم بفرستن به سوریه که برای عربستان اینا بجنگن. و ما امیدواریم که اونهایی که در عربستان دارن تصمیم میگیرن، اونهایی که در عربستان دارن کارهای انجام میدن، به خود بیان که انتهای خط در نظر هست و اون نوری که در انتهای تونل هست از اون دور به نظر داره میاد و هرچی سریعتر به آغوش مردم عربستان برگردن و از این دغلبازی هایی که مخصوصشون هست دست بردارن و سعی کنن در توطئه های
دنیا دخالت نکنن و بذارن مردم در صلح و صفا زندگی کنن و الکی برای اینکه ارباب رو از خودشون دلخوش بکنن قیمت نفت رو نیارن به 20 دلار 30 دلار، چون اونها از اون روز اول گفتن ما این کار رو میکنیم که دشمنهای خودمون رو از میدون در ببریم. گفتن روسیه، ایران، برزیل، ببخشید ونزوئلا و چند کشور کوچولوی دیگه که نفتخیز هستن، اینها رو، عراق هم جزوش، عراق، که اینها رو ما از بین ببریم و انشالله الله سبحانه و تعالی کمکشون بکنه، چون اینها سوء استفاده دارن میکنن از محل جغرافی خودشون که دو تا مرکز اسلامی دنیا در اونجا هست، یکی مدینه هست یکی مکه، و اینها از این چیزها دارن سوء استفاده میکنن. حتی اون روزی که داشتن اعلان میکردن که قراره برن در یمن، از همه کشورها تقاضا کردن که سرباز بفرستن، من جمله پاکستان و ترکیه. ترکیه و پاکستان با کمال احترام بهشون گفتن که ما نمی کنیم این کارو. خود پاکستان و ترکیه کلی میلیاردها دلار از اینا پول دارن زیر میز میگیرن و اینها فکر میکنن که با پول میتونن همه چیز رو بخرن. نمیتونید بکنید این کار. و در حال حاضر آقای ترامپ هم که یکی از این افراد هستش که برای نامزدی ریاست جمهوری از طرف حزب جمهوری خواه داره فعالیت میکنه، میگفت آره من قراره این کار رو بکنم، من قراره اون کار رو بکنم، خرجش هم باید همین عربا بدم. میگه مجانی برای کسی کار نمی کنیم. حالا رو رو ببین بفرم شما راجب به بله اونم دارم بر از این صحبت می کنم. چشم، خواهش ببرم. حتما حتما. بله، بعد یه اتفاق خیلی جالبی هم که افتاد هفته پیش، رئیس جمهور امریکا آقای براک حسین اوباما، جالبه که اون حسینش هم انداختن، هیچ کس هم دیگه نمیگه که اسمش این هست براک حسین اوباما. فکر میکنم آقای براک حسین اوباما از آقای روحانی یاد گرفته که اونم فریدونش انداخته روحانی شده. و این هستش که آقای رئیس جمهور امریکا یک محلی هست شمال واشنگتن به نام بالتیمور، یک بندر خیلی بزرگی هست که مقدار زیادی کالا برای واردات و صادرات از اونجا میره و میاد و یک مرکز اسلامی هم اونجا هست. ایشون تشریف بردن اونجا و خواستن که به مردم بگن که ما جنگی با اسلام نداریم، اسلام خیلی خوب هست، نه فلان هست و ایمان هست و فلان، و یکوی ام به خودش مشتبه شد، ولی من مسیحی هستم، نگو مسلمان نیستم، من مسیحی هستم، ولی خب اسلام فلان 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 فلان. در تمام صحبتاش اینطور حرف میزد که هرچی هستید و هرچی نیستید خلاصه راه ما بهتره، چه اسلام باشه چه نباشه چه فلان باشه، این راهی که ما داریم خیلی خوبه و خیلی آزادی هست، خیلی این هست خیلی اون هست و اینجا ما آزادی داریم. اونجا از دهنش در نرفت که بگه مثلا برای افراد همجنس باز ما اینجا آزادی داریم فلان، وگرنه هوش میکردن از دوم انداختنش بیرون. این حرفا رو نزد، ولی در آخرش هم یه صحبتی را کرد و گفتش آره برخلاف این که میگن امریکا در رأس مفاسد، کجاست اینجا، امریکا در رأس مفاسد عالم است. خب این هم از اون جمله هایی بودش که امام خمینی سکه کردن راجع به امریکا و این کاملا حقیقت داره، کاملا حقیقت داره. امریکا این مردمی که دورور شما دارن میرن و میان نیست، امریکا اون مرکزی هستش که تمام دنیا رو دست چپاول بهش برده، نه این بندهای خدا که دورور میبینین صبح میان سر کار، عصر میان خونهشون خرید میکنن فلان، نه اینا هیچ کارن، اینا گرداننده های چرخن، اینجا خود چرخ دست کسی دیگه است. حضرت امام اینو داشتن میگفتن که تمام مفاسد اینا میخوان تصمیم بگیرن مثلا یه مملکت رو به زانو در بیارن.
میرن اونجا میگه آقا کی اینجا پول لازم داره؟ خب میگه من. میگه خیلی خوب بیا این پول این چیز هم امضا کن. اونم از ذوقش نمیخونه چی رو داره امضا میکنه، اینقدر پول دارن بهش میدن، پول رو میگیره خرج میکنه میخوره مهمونی میده فلان 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 فلان، دو سال بعدش میان پول پس بده. میگه بابا به من وقت بدیم من تو در بیارم اینو بیارم. گفته نه بابا همین الان نمیخوام پولم رو. تو اون قرارداد نوشته در هر وقت که من گفتم اون موقع باید پولم پس بدی آن دیمند. اینم نگاه میکنه یه بله اینطوری. میگه خب پول ندارم چیکار میکنم؟ میگه خب خونه تو بده اینو تو بده اونو تو بده بزر برو پیکاری صاحب مملکت میشن. توجه کردی این کارا رو زیاد میکنن. اونم چی بود میگفتش که assassination of economical hitman، این لغتش بودش که بله اینهایی که از لحاظ اقتصادی میان یه مملکت رو به پاش میرسونن. چطوری؟ با دادن قرض. پول بهت میدن برو این کارو کن اون کارو کن و میدونن این پولن که این کارو اون کارو بکنی. خب اینا قبول نمیکنن، حتما اون چیزی که اینا میگن باید خرج بکنی. به هر حال حضرت امام این صحبت رو کردن، آقای اوباما در همین مسجد چیز گفتن نه اینطور نیست که تمام مفاسد زیر سر امریکا باشه. و در ضمن اونجا دعوت کردن همه مردم دنیا رو که تبعیت کنن از امریکا، مخصوصا جوانهایی که در ایران زندگی میکنن، که گفتن از دولتتون دیگه چیز نکنید، دولتتون هم خوب نیست تبعیت نکنید، آزادی خوبه هم این خوبه اون خوبه. البته ما بعضی از صحبت ها رو درست اونطوری که باید بشنویم نمیشنویم. خب منم اعتراف میکنم که ممکنه من طوری دیگه برداشتم بوده، همونطوری که بارها هم گفتیم هر صحبتی هم که ما میکنیم اونهایی که شما اون طرف هستید میشنوید صدای ما رو طوری دیگه برداشت دارید از حرف ما از گفتار ما. و این هستش که با یه تأسف بود که ایشون این حرفا رو میزد و هی چیز میکرد که آره ما امریکا با مسلمان ها دعوا نداره. خب یک کس هم اونجا بلند نشد بگه ببخشید آقای رئیس جمهور امریکا امروز چند تا مسلمان کشته شده؟ این مسلمانایی که کشته شدن اسلحه ها رو کی ساخته که داده دست این ها؟ گله هاش از کجا میاد؟ بمبش از کجا میاد اگه شما نمی کشید؟ این هواپیمایی که سرنشین نداره و میره میزنه دک و دره همه رو خورد میکنه، مخصوصا در افغانستان و اوایل چقدر کشتن. عروسی مردم رو به هم زدن گفتن اینجا یه نفر بود میخواستیم بگیریم، بعد دیدن اصلا اون نفرم نبوده. اینقدر آدم کشتن این با پررویی کامل میاد این حرف رو میزنه و در ضمن اطلاع میده که من آقای اوباما گفتن در مدت زمانی که ایشون خودشون گفتن که در رئیس جمهور امریکا بودن مقدار کمک هایی که با قاسبین سرزمین های فلسطین کردن از تمام رئیس جمهورهای قبلی بیشتر بوده. یعنی چی؟ از یه طرف اینقدر مسلمون کشتی، از یه طرف هم اینقدر پول دادی به دشمن مسلمون هایی که در قلب خاورمیانه خودشون رو جا انداختن، همونطور که امام هم فرموده بودن اینها سرطان هستن، این سرطان خودشون رو از بین خواهد برد و موقعی که دست بردارن از دخالت بیجا نقشه هایی که میکشن حرفایی که میزنن اصلا مغزتون سوت میکشه که برید ببینید اینا چه فکری دارن میکنن به افراد دیگه که اسمشون رو گوییم گذاشتن، اسمشون رو جنتایل گذاشتن که واقعا آدم حالش به هم میخوره وقتی این چیزها رو میفهمه و میشنوه. بله سی و هفت سال پیش در ایران انقلاب شد. در همین روزهایی که داریم میگیم امروز هم 17 بهمن بود که انقلاب پیروز شد، 19 امروز. حضرت امام 10 روز قبل از این
انقلاب یادم بیشتر از 10 روز قبل از اون 15 بهمن نه ببخشید دوم بهمن چهارم بهمن به تهران اومدن و همه استقبال کردن و ایشون سخنرانی کردن و گفتن و فلان 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 صحیح 12 تشریف آوردن و 22 انقلاب شد و این دهه فجر است و جشن دارن میگیرن همه جا تو همین آمریکا توی نیویورک و اینجا توی واشنگتن جشنایی هستش دعوت میکنن از مردم شرکت کنید برید پشتیبانی کنید از ملت و مردم خودتون. البته چند سال پیش در هتل های خیلی بزرگ این جشن را برگزار می شد و 1000 نفر 2000 نفر دعوت می کردن و می اومدن و اون افرادی که خیانت کردن به ملت خودشون به مملکت خودشون سعی می کردن این جشن ها رو به هم بزنن. انقدر این انسان ها بی بت و بی مایه هستند به هتل های محل همه اطلاع دادن که اینها همه خرابکار هستن جنایتکار هستن دردم این ور و اون ور آدم دارن میکشن. اون هتل ها از ترس از دست دادن اون تعداد مسافرهایی که تو این هتل ها میومدن فلانی حرفا همه این قراردادهاشون رو نقض کردن از بین بردن و دیگه جایی نبودش که بتونن جشن بگیرن و اینها محلشون یه ذره بیشتر نبود 20 نفر 30 نفر توش بیشتر جا نمیگرفت. حالا یه جای جدید گرفتن ممکنه مثلا 2 برابر بتونن اونجا برن. ولی در این مدت 37 سال خوب گوش کنید در این 37 سال هیچ گروه ایرانی نتونستن که بیان با هم جمع بشن پولم دارن یا بیان بگن آه ما میخواییم اینجا یه سالن بزرگ درست کنیم که توش 1000 نفر مهمون بتونه بیاد. خب فقط برای همین کارم هم میخواییم درستش کنیم برای جشن عروسی باشه فلان شو بشیم اونجا هر جشنی که هر کسی از ایران هست میخواد اینجا جشن بگیره با اینجا رو به اون کرایه بدیم. خرجش هم ممکنه مثلا 5 میلیون دلار میشد یا 10 میلیون دلار نمیدونم داره همینطوری میگم یه جایی خیلی بزرگ میستندلی و دیوار و سقف دیگه بیشتر از این که نیستش اونجا تحویه مطبوع یا آشپز خونه. هیچ کس نکرد این 37 سال مخصوصا اون موقعی که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور شدن این شدت این انقدر شد که هیچ جا رو کرایه نمیدادن هیچ جا رو نمیدادن شما اصلا بی خود اومدی اینجا. حتی سعی میکردن هواپیما اینا که قرار بیاد برسه اینقدر اینو طولش میدادن که مثلا همون ساعتی که داره میرسه باید در سخنرانیشون شروع کنه در سازمان ملل. اینا همون هستن که این آقای روحانی که نماینده فرستاد برای سازمان ملل بهش روادی ندادن امریکا نداد به امریکا مربوط نمیشه سازمان ملل. سازمان ملل مال مردم دنیاست و ما امیدواریم این سازمان مللی که اومده تو شهر نیویورک ول کنه اینجا رو بره در اروپا یه جایی رو پیدا کنه. ما قبلا هم یه شهری به نام سراییوو رو پیشنهاد کردیم که در بوسنی و هرزگوینا هست و این مرکزیت داره اونجا مرکز اروپا شهر خیلی زیبا و قشنگی هست. من ندیدم ولی توی این المپیکی که داشتن المپیک زمستانی داشتن خیلی زیبا بود و اونجا بتونه مرکز جمع شدن مردم دنیا باشه که هیچ کس دیگه انقدر قدرت نداشته باشه بگه شما نیا شما بیا شما میتونی بیای شما نمیتونی بیای. تو آمریکا هم نیستش که بگه اومدی اینجا خرابکاری کنه اون وسط اروپا هست در اروپا هست. ما امیدواریم یه روزی بیاد که یه همچی چیزی بشه. امریکا جز زور به مردم دنیا کاری دیگه بلد نیست. همین آقای دونالد ترامپ چی داره میگه؟ من میخوام یک ارتشی داشته باشم انقدر قوی باشه که کسی اصلا نگاه چپ نتونه بکنه. نه برای اینکه میخوام مصرف کنم، میخوام بترسونم بهشون. فکر امریکایی اینه که همه رو بترسونه.
اینا همون فرزندان اون جنایتکارایی هستن که از اروپا اومدن، اینا همون فرزندهای افرادی هستن که سرخپوستای اینجا رو از بین بردن، اینا هم فرزندان اونهایی هستن که آفریقایی ها رو بردن اینجا برده گرفتن، اینها همونا حالا هم رسیدن به این مرحله هایی که تریلیون تریلیون پول دارن، نم میلیاردر هستن، نم فلان دارن، بهمان دارن، ولی هنوز زیر اون پول نگاه میکنی یک آدم بیمایه وحشی بی احساس و پول دستش فقط. و ما امیدواریم که اینها درس بزرگی رو پیدا کنن. البته هر سال یه باد میاد چندین نفر توی باد کشته میشن، یه طغیان آب میشه چندین نفر غرق میشن، برف میاد چندین نفر میمیرن، هنوز حالیشون نشده، آتیش میسوزه اونجا توی کالیفرنیا و آریزونا اون برا تعداد زیادی خسارت میده، بارون میاد صخره ها میریزه، خونه ها تپ و تپ میفتن، اصلا حالیشون نیست که این چیزا از چی داره میشه. ما امیدواریم اینها بتونن بفهمن. بله، بعد برمیگردیم به سالگرد انقلاب ایران که در این چند روز گذشته داره انجام میشه و بیشتر و بیشتر، و ما تکرار میکنیم اگر شما افرادی هستید که میتونید شرکت کنید در بعضی از این مراسم حتما برید شرکت کنید، در خانه های خودتون، در فامیل خودتون میتونید شرکت کنید، شامی، نهاری، صبحانه، بستگی به روز داره کجا هستی، و نشد یه چای شیرنی، چیزهایی باشه که بتونید همه رو دور هم جمع بکنید و قدرداری کنید از اون ملتی که در اون صحنه حاضر هستن، همون ملتی که انقدر بمب سرشون ریختن، انقدر افراد کشته شدن، همون ملتی که با چنگ و دندون عراقی ها رو بیرون کردن، همون ملتی که روی مین رفتن و تیکه پاره شدن، که حالا فراورده هاش این هستش که موشکی درست کردن، قاره پیما هست و صنایعی درست کردن که در تمام دنیا اول نباشن، درجه دوم، سوم، چهارم رو دارن. بعد یه جایی عربستان داره تروتور میکنه که بله اینها اینطور هستن و اونطور هستن و سرباز کرایه‌ای میخواد بفرسته، اینقدر شعورشون نمیرسه، اینقدر آقایی میگفتن که اگر ایران بمب بخواد بسازه تمامی عربا میخواد بسازن. با چی میخوان بسازن؟ حتی بلد نیستن یه دونه سوزن بسازن، سوزن سوزن. اینا باید برن هرچی پول دارن بدن به بقیه که میان براش یه چیزی بسازن، بعد اون ماشه‌ای که بعد کشیده بشن اونا خودشون دستشون داشته باشن، نه دست اینا بدن. بله، و ما امیدواریم که اینها به جایی برسن که بتونن درک کنن که این راهی که دارن میرن کاملا غلطه و برگردن به آغوش مسلمان‌های دنیا و اون سرمایه رو که دارن هدر میدن در تمام دنیا مصرف کنند در دنیای اسلام و با هم پیش برن، نه که من این حرف رو میزنم بیایید راه برید. حضرت محمد هیچ وقت همچین کاری نکردن، ایشون همیشه شورا داشتن، مشورت میکردن، در جنگ مشورت میکردن. من که سرباز نیستم، شما سربازید بگید ببینید چی کار باید بکنید. و اینا حالا عالم بیعمل یا هنوز نخونده عالم شده هستن، انشالله خیر باشه. ما یه مقدار چیزای دیگه اینجا داریم. یک آقایی هست به نام نعمتزاده و این آقای نعمتزاده، ما هفته ای پیش راجع به این صحبت کردیم، دوست عزیزم که آخر برنامه زنگ زده بودن از ما پرسیدن راجع به این، راجع به قرارداد پژو بود که یه مقدار ما اینجا خوندیم، حالا یه مقدار دیگه هست اینجا برای ما فرستادن، اینم براتون میخونیم. بله، نعمتزاده ایشون گفته قرارداد پژو محرمانه است. خب
پس از اینکه دولت روحانی جریانات قراردادهای نفتی هواپیمایی را از دید ملت ایران مخفی کرد، حالا وزیر صنعت هم از محرمانه بودن قرارداد پژو خبر داده است. بله، رسیدیم به این مرحله که افرادی که در ایران فعلا اومدن به خدمت برای ملتشون، به ملتشون میگن تو نمیدونی، برو بشین، من میدونم. حتی نمیگن که خیلی خوب، ما یه گروهی داریم اینجا، کارشناس هستن، مثل هر مملکت دیگه تو همین آمریکا. فکر می‌کنی آقای اوباما همه چیز میدونه؟ نه، ایشون قانون خونده، ولی این قوه اجراییه که این قوه اجرایی است دیگه، رئیس جمهور و کابینه و افرادی که باش کار میکنن، اینا قوه اجراییه این مملکت هستن. 4 سال به اینا قرارداد بسته میشه که این کاراشون انجام بدن، خوب انجام ندادن 4 سال دیگه بیرونشون میکنن یا باز انتخابشون میکنن. و این قوه اجراییه، خب یک نفر ممکن است همه چیز اطلاع نداشته باشه، گروه های مختلفی هستن، اینها با اطلاعات، با پژوهش چیزهایی رو پیدا میکنن، چیزهایی رو مینویسن، چیزهایی رو سرهم میکنن به عنوان پیشنهاد و اینا رو میارن به طرف مثلا یک صحنه بزرگتر که مثلا رئیس جمهور نشسته و راجع به مثلا یک فراورده مخصوص دارن صحبت میکنن. در حال حاضر بیشتر راجع به تولید انرژی دوباره هست که اینها از بین نمیره، که میتونه تولید بشه، باز تولید بشه، باز تولید بشه. بعد یکی میاد مثلا میگه راجع به چیزهای خورشید صحبت کنیم، نیروی خورشیدی صحبت کنیم، یکی میگه راجع به باد صحبت کنیم، یکی میگه به امواج دریا صحبت کنیم، یکی میگه به اون قدرت داخل زمین که حرارت داره راجع به اون صحبت بکنیم. بعد اینا جمع میشن، هر کدوم یک چند نفر راجع به یک موضوع از چند نقطه مختلف صحبت میکنن. رئیس جمهور هم در این جلسات میشینه گوش میکنه که ببین اینا چی دارن میگن. بعد در این صحبت هایی که داره میشه، خب از چکیده این حرف های اینا یه چیزی حالیش میشه و سوال میکنه که مثلا این اگه اینطور بشه چطور خواهد شد، اونطور بشه چطور خواهد شد، این چطور خواهد شد. و این جلسات هم عمومی هست، در خفا نیست، هر کدوم نظر خودشون رو میدن و سعی میکنن که رئیس جمهور رو قانع کنن که نظر این گروه رو قبول کنه. در نهایت رئیس جمهور همه این نظرها رو که شنید، وقت میگیره که به من مثلا یه روز دو روز وقت بدین که همه اینا رو باز دوباره مطالعه کنم و جواب بدم که کدوم راه رو بریم، و اینطوری راه رو پیدا میکنن. نه اینکه یه نفر رو بذارن اونجا، اونم حالا امروز مثلا یه غذایی خورده که زیاد مناسب نبود، هی باید بره دستشویی و برگرده، ترمیمیون میخواد قرارداد هم امضا بکنه. این به صلاح ملت نیست، این صلاح دولت نیست. آقای روحانی، شما بدونید اگر کاری بکنید که ملت از شما ناراضی باشن، یک لحظه اونجا نمیتونید بشینید. این ملت هستن که شما رو گذاشتن اونجا، اونم 50%، نه 51%. بله، بعد ایشون گفتن که در پاسخ این صحبت شده که آینه مسعودی فرمودن که در پاسخ به سوال خبرنگاران که پرسیدن خسارت وارد شده به ایران از طرف پژو به چه صورت و با چه رقمی در قرارداد دیده شده است، اظهار داشت این خسارت در توافقنامه ایران خودرو و پژو دیده شده است و جزء مفاد قرارداد است. وی پاسخ به این سوال که این مبلغ دقیقا چه رقمی هست، ضمن خودداری از اعلام رقم گفت هر قراردادهای خارجی از جمله قراردادهای پژو محرمانه هستند.
چطور وضعه است؟ وزیر صنعت همچنین در پاسخ به این سوال فارس که اخیراً اعلام کردن قیمت خودرو بر اساس عرضه و تقاضا تغییر خواهد شد، تعیین خواهد شد و این موضوع به مصوبه شورای رقابت در تضاد است، اظهار داشت که ما در این مورد کاری نکردیم و تصمیمی گرفته نشده. بله. حالا گرگ بارون دیده اون گرگی هستش که یه دو قطره بارون اومد در نرفت، دو قطره شد ده تا بازم در نرفت، یک کلی سیلاسا از بارون اومد بازم در نرفت. این شد گرگ بارون دیده. گرگ گرگه، بارون هم دیده، یعنی از هر چیزی حراسی نداره مگر اینکه یک گردن گرگه رو بگیره و پرتش کنه از یه جا بره بره. هر کاری هم که میکنن اینجا، شما یادتون باشه در ایران ما چند جا هستن که تضمین پایداری ثبات انقلاب و جمهوری اسلامی هست، نظام رو اون پایدار هست و بزرگترین پشتیبان نظام اونهایی هستن که در صحنه حاضر هستن و حفاظت میکنن از مرز، مرزهای هوایی، دریایی، زمینی، همه جا، در همه جا حاضر هستن و بسیج. اگر این دو گروه یک زمانی احساس کنن که مملکت دیگه فروش رفت و چیزی برای فروش نبوده، اون موقع هست که خیلی کارها در هم خواهد ریخت و همه اونهایی که نظر سو به ایران دارن اون حالت ها رو دارن پیش میارن در ایران که به گل هم بپرن. و مثل همین آقای نعمت زاده که حالا میگه به شما مربوط نمیشه، اینا همش محرمانه هست و گفتیش که بعد در ذهن میگفته چند چهار دقیقه بیشتر ندیم، گفتن که سابقه مخفی کاری دولت روحانی فقط به قرارداد پژو محدود میشه، بعد که این دولت دو نیم سال اخیر بارها اقدامات خود را از دید ملت مخفی نگه داشته است. به عبارتی ملت ایران در بسیاری از قراردادها نامحرم بوده ولی بیگانگان محرم بودند. خیلی حرفها. به طور مثال در توافق هسته‌ای موسوم به برجام، در حالی که بسیاری از دشمنان ملت ایران از جمله امریکا، انگلیس و جزئیات توافق کذایی را با خبر بودن، ولی دولت روحانی عمدن مردم را از این جریانات بیخبر میگذاشت و اطلاع رسانی دقیق در این باره انجام نمیداد. یا اینکه چندی پیش بیژن زنگنه وزیر نفت مدعی شد که قراردادهای نفتی هم محرمانه است. همچنین مسئولان دولت جزئیات توافق اخیر خود را با شرکت ایرباس را محرمانه اعلام کردند و این در حالی است که تعدادی از کارشناسان معتقد این قراردادها به زیان ملت ایران و به سود خارجی ها است. خب ما بیشتر از این وقتمون دیگه داره تموم میشه. بله دیگه تموم شد. امیدواریم هفته آینده اجازه بدید خدمتتون برسیم. تشکر از افرادی که سعی کردید با ما تماس بگیرید، خیلی متشکر هستیم. انشالله اجازه بدید هفته آینده هم خدمتتون برسیم. در ضمن خانم شهین موسوی خیلی تشکر از مراحم شما که توجه فرمودید به برنامه های ما. تا هفته آینده مرحمت علی زیاد.